قصه فیلم در مورد امیر جوانیه که تازگی از فرانسه دیپورت شده اومده ایران، بیکاره و خیلی کار زیادی نداره و هم از اونور رونده شده هم از داخل. پدری داره که نگهبان یک کشتارگاست و یک شب پدر ازش میخواد که برای کمک بهش بره اونجا توی کشتارگاه و اون شب مجبور میشه به خاطر پدرش وارد ماجرای هولناکی بشه که ادامه قصه در واقع با اون موضوع شب اول ادامه پیدا میکنه. میام اینجا امن نیست و کاش میامدی خونه عبد میمونی. نه خوبه، خیلی ممنون. حالا هر جور که خودت میدونی، گفتم عذاب نکشی. عذاب ندیدی؟ داشت کو رفته دست با آب. آب که هست خونه عبد میامدی اونجا. نه یعنی رفته دستشوری. من و حسین فرخزاد که در واقع تمام فیلمنامه این چند تا کار قبلی هم با هم دیگه نوشتیم، عمدتاً سعی میکنیم رو موضوعاتی کار کنیم که هم یک دغدغه شخصیمونه، همین که موضوع روز باشه. موضوع جهش در واقع ارز و قیمت دلار موضوعی بود که واقعاً چند سال اخیر فکر میکنم نظام اقتصادی ایران ریخته به هم دیگه. فکر کردیم که خب روی دلارای چمدونی کار کنیم. یکی از موضوعاتی که در واقع دیدیم و به لحاظ علمانی تصویری برای ما تصویری تر بود، بحث قاچاق گوسفند بود و خروج در واقع دام ایرانی به کشورهای منطقه و ورود پول به صورت چمدونی. آقا گوش کن، 300 هزار تا دارم، 13 و 800. درس تجربه قبلی سعی میکنم تو اون تجربه ها بیشتر موضوع رو بولد بکنم و یه جوری قصه ای بگم که اهمیت موضوع رو هی گوشزد بکنم. کشتارگاه موضوعش هم همونقدر برای من چیز بود، مهم بود کاملا و دوست داشتم اون موضوعی که بیاد بالا، اما برای اکران داخل من مجبور بودم که از بازیگر استفاده کنم. خب نقش ها مثلا نقش پیچیده تری شده بودن، جنس بازی ها متفاوت تری بود، یه ذره می‌خواست از رئالیته فاصله بگیرم و خود این باعث می‌شد که از کمک بازیگر بهره ببرم. و چی اومدی اینجا؟ کشتارگاه هستی، دلار کار میکنی، چه کاره ای؟ به تو چه من چی کارم؟ فکر کردی زرنگی ها؟ و چی میگی تو بابا؟ زرنگی؟ دلار کار میکنی، وقت آقای من نمیشناسی؟ من آقای تو رو از کجا باید بشناسم؟ من فکر میکنم تو دسته بندی هایی که حتما میشه قطعا این فیلم رو توی دسته فیلم های اجتماعی در واقع جا میدن، یا در واقع قصه هایی که تأثیرشون توی زندگی ما به شدت دیده میشه، قصه های اقتصادی، قصه های عاطفی، همه چیز، چیزهایی که از بیرون خانه به درون خانه ما تحمیل میشه. انتخاب دوربین روی دست انتخابیه بیشتر برای التهاب صحنه. یعنی فکر کنم قصه خیلی قصه ملتهبی بود و ناخودآگاه به خاطر پیشینه مستندسازی که من دارم، حس تکونهای دوربین و اینکه فکر میکنی که خب از دیده در واقع یه شخصی موضوعات داره دیده میشه و یا حتی یه موقع خود دوربین رو میخواییم حس کنیم عنوان یه نگاه ناظر، همیشه برای من حس جذابتری داشته و فکر کنم برای مستندتر کردن فضاها خیلی بهم کمک کرد این فیلم. من فکر میکنم که کاراکترهای قصه تلاش میکنن برای بهتر زندگی کردن، تلاش میکنن برای که زیستشون رو بسازن، این معنیش برای من معنیش امیده. اما توی این قصه در واقع نسل بعدی رو ما نسل خیلی امیدواری نمیبینیم، بیشتر نسل جنگجویی داریم میبینیم، یک نسلی داریم میبینیم که مطالبه گره، دنبال یه سری حق و حقوقشه، دنبال در واقع چیزهایی رو که از دست داده است و من فکر میکنم نسل جدیدی هم که ما الان تو ایران باش سر کار داریم نسل مطالبه گریه و حتما حق حقوقش رو میخواد. چند وقت حبس بودی؟ 2 سال. من امروز خودم کاسه میکنم، دنبال یه آدم قابل اعتماد میگردم. چقدر پول توشه؟ کار میکنم دیگه، نکنم. آقا منم دلار داشتم، مگه فقط با شما بوده؟
چیکار داری کارتون بود؟ هاشم نمیشناسی؟ چته؟ ما تا آقامونو پیدا نکنیم هیچ جا نمیشناسیم.